احمد صمدی همکار ما از وین همراه ماست. احمد، میدونم که امروز باز واکنش‌ها و اظهار نظرات عجیب و جالبی از هر دو طرف برجام مطرح شده. درباره آخرین جزئیات اتفاقات برجامی به ما بگو. خب به آخرین جزئیات رو با این خبر شروع کنم که آقای علی باقری کنی که مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران هست، نیم ساعت پیش وارد همین هتل کوبورگ شد و خب طبیعیه که مذاکراتش رو با آقای انریکه مورا هماهنگ کننده گفتگوهای برجامی آغاز کرده. خب در طول شب گذشته هم چندین دیدار انجام شد و نکته‌ای که این دیدارها داره اینه که دیدارها در واقع در سطح کارشناسی نیست و اغلب دیدارها رو خود آقای باقری انجام میده، به اضافه اون چند نفری که در واقع جزء تیم ارشد هستن دارن انجام میده و این نشون میده که احتمالاً هنوز در واقع باید در مراحل بالاتر و اراده سیاسی باید نشون داده بشه که گفتگو ها در چه مرحله ای. با این حال خب شاهد دیدارهایی بودیم که دیشب آقای باقری کنی با نمایندگان سه کشور اروپایی، آقای اولیانوف نماینده چین و همچنین آقای انریکه مورا داشت و همچنین سایر طرف ها هم دیدارهایی رو با هم داشتن که خب شاخص‌ترینش و که بیشتر هم رسانه میشه دیدارهای آقای اولیانوف بود که از دیدارش با آقای باقری خبر داد که درباره موانع اصلی پیشرفت در مذاکرات گفتگو کرده. همچنین او اعلام کرد که با آقای رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده دیدارهایی رو داشته و همچنین با آقای انریکه مورا که در خصوص روندی که در مذاکرات وجود داره و همچنین پیشرفتایی که انجام شده. البته آقای اولیانوف یک در واقع جنبندی اتفاقات دیروز رو در خبرگزاری تاس اعلام کرد و در اونجا اعلام کرد که خب اون چه که داره انجام میشه گفتگو در خصوص تعهدات هسته‌ای، در خصوص رفع تحریم‌ها و همچنین گام‌هایی که باید برداشته بشه به صورت همزمان تا این توافق احیا بشه. با این حال ما شاهد واکنش‌هایی هم بودیم، از جمله واکنش آقای بوریس جانسون بود که نخست وزیر بریتانیا پس از گفتگوی تلفنی که با آقای نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل داشت تاکید داشت که بریتانیا همچنان از روند دیپلماسی حمایت می‌کنه و اگرچه درهای دیپلماسی باز برای رفع موضوع هسته‌ای اما زمان رو به پایانه، باید این رو در واقع وصلش کنیم به اظهاراتی که در هفته‌های گذشته کشورهای اروپایی به اون تاکید داشتن که زمان پیشرفت‌های هسته‌ای ایران به سرعتش بالاست و خب این باعث میشه که از این موضوع غفلت بشه و همزمان با سایر موضوعی که موضوعاتی که داره در وین گفتگو میشه در این صورت گفتگو نشه و بر همین اساس هم از در روزهای گذشته کشورهای اروپایی و ایالات متحده تاکید کردن که همزمان با موضوع رفع تحریم‌ها و تضمین‌هایی که ایران جمهوری اسلامی ایران می‌خواد بعد موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران و گام‌هایی که ایران نیز باید برداره در دستور قرار بگیره و در نهایت هم شاهد بودیم که آقای پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده موضعی رو اعلام کرد که نشون میده که موضع سختی هست، به ویژه اینکه در اعلام کرد اگر پیشرفت‌های هسته‌ای ایران باعث بشه که منافع گسترش منافع من در واقع گسترش هسته‌ای رو بخواد از اون عبور بکنه اون موقع زمان پایان مذاکرات و در نهایت هم گفتش که با شرکای اروپایی خودش در خصوص اینکه آیا ایران واقعا تعهد جدی برای مذاکرات داره یا نه مشورت می‌کنه که باید دید امروز آیا خبرهای جدیدی از گفتگوها بیرون خواهد اومد یا خیر. بله، و ماجرای سفر خبرساز معاون وزیر خارجه کره جنوبی به وین که گفته میشه هدفش حل و فصل موضوع دارایی‌های بلوک شده ایران هست، در مورد این سفر خبر جدیدی منتشر شده؟ جزئیات تازه بیرون اومده؟ بله، آقای چو جانگ کان دیشب وارد وین شد و خب طبیعی بود که گفتگوهاش رو آغاز میکنه. اونطور که وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرده قرار هستش که با رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده همچنین نمایندگان سه کشور اروپایی دیدارهایی داشته باشه. البته وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرده که محوریت این گفتگوها آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران در کره جنوبی هست، اما دیدیم که آقای نت پرایس موضوعی رو مطرح کرد که تا حدودی میتونه این گفتگوها رو پیچیده بکنه و اونو همین هستش که تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران به توافق سال 2015 یعنی اون موقع که برجام امضا شد برنگرده آزادسازی دارایی های ایران امکان پذیر نخواهد بود و این خودش نشون میده که در واقع گفتگوهای آتی بسیار پیچیده خواهد بود، چرا که جمهوری اسلامی ایران تاکید داره بر مواضع جدید خودش و ایالات متحده هم تاکید میکنه بر مواضع خودش. سپاس احمد صمدی خبرنگار ایران اینترنشنال از محل برگزاری مذاکرات وین.